تصاویر گویای حجم بسیار زیاد آلودگی در آسمان تهران هست. تهران تنها شهر ایستاده در غبار نیست. آسمان نیمی از ایران تیره و تار است، از شرق به غرب با آلودگی و ریزگردها. حقیقتش روزم هستم، مشکل تنفسی دارم و زور دارم، هر نفسم بالا پایین میشه. ما باید چیکار کنیم؟ پیش که باید مشکل منو بگیم که حل بشه. واقعا چاره راهبردی و تدبیری بیاندیشن که واقعا هم مشکل ساز شده برای همه شهروندان عزیز. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید منشأ ریزگردهای اخیر خارجی است، اما دلایل دیگر هم به آن دامن میزند. خب بحثی که تحت عنوان تغییر اقلیم اتفاق افتاده و این باعث شده که بارش‌ها کاهش پیدا بکنه، از طرفی سوء مدیریت هایی که چه در بعد مصارف داخلی منابع آب داشتیم، چه در بعد کشورهای همجوارمون اتفاق افتاده، پروژه هایی که کار شده در کشورهای همجوار، اینا همه باعث شده که الان ما این مخاطره به یک مخاطره ملی واقعا تبدیل بشه. مقامات میگویند این خاکی است که عراق و اردن به سر آسمان ایران میریزند و سیاست های آبی ترکیه را عامل ریزگردها میدانند، اما سال هاست ایران با آلودگی هوا و ریزگردها درگیر است. هوایی که هر ساله نفس هزاران نفر را میگیرد. سالی 12,000 تا کشته مستقیم داره، فقط در تهران هم 3,700 تا فوتی داره به صورت مستقیم، غیر مستقیم که خیلی بیشتر، و 2.6 میلیارد دلار خسارتشه که بانک جهانی ارزیابی کرده فقط در شهر تهران به صورت سالیانه. در کل کشور به این رسه میلیاردها دلار. اینجا هم ICU. یک مقام وزارت بهداشت ایران گفته مراجعه بیماران قلبی و ریوی به بیمارستان‌ها 30% افزایش داشته است. عباس شاه‌سونی رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت هشدار داده که در صورت تداوم گرد و غبار سلامت عمومی جامعه به خطر می‌افتد. گرد و غبار زنگ خطر را برای ایران به صدا درآورده، اما گویا هیچ مسئولی صدای آن را نمی‌شنود. از سال 1388 ستاد ملی گرد و غبار در ایران تشکیل شده و 16 دستگاه اجرایی عضو کارگروه مقابله با گرد و غبار هستند. سازمان محیط زیست هم مسئول هماهنگی آنهاست. ستادی که بودجه‌اش در حاله‌ای از ابهام است. سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس میگوید اعتبار مقابله و مدیریت ریزگردها در قانون بودجه 1400 و 1401 حذف شده. اما سازمان برنامه و بودجه میگوید دولت سال گذشته برای مهار کانون‌های گرد و غبار نزدیک به 2400 میلیارد ریال تخصیص داده است. معمولاً بودجه‌هایی که به نام محیط زیست در ردیف بودجه بهش اشاره میشه، معمولاً در نهادهای دیگه و جاهای دیگه مصرف میشه، به نام محیط زیست است ولی به کام ارگان‌های دیگه است. تا زمانی که مسئله اصلی و ریشه اصلی مسئله خشکانده نشه، که همون مسئله تخصیص آب هست که باید حقابه ها تامین بشه، این کانون ها بیشتر و بیشتر خواهد شد و پهنای وسیعی از کشور رو در بر خواهد گرفت. نباید فراموش بکنیم الان در ورامین هم ما میبینیم که دشت ها خشکتر شدن و تبدیل به کانون گرد و غبار شدن. دریاچه ارومیه خشک داره میشه تبدیل به کانون نمکی و غبار خواهد شد. لذا مسئله اصلی اینه که ما بتونیم در حقیقت حقابه رو تامین بکنیم. سازمان هواشناسی پیش بینی کرده در روزهای آینده آسمان ایران همین رنگ است، تیره و تار. اجالتاً هوای ایران پس است. رویا ملکی، رادیو فردا.